دوستای عزیز ما و شما به نام خدا یک درس نو شروع میکنیم به نام Understanding the OSI Model. مطلع باشین که ما در این درسی که امروز میخوانیم خیلی زیاد به عمق مسائل مربوط به OSI نمیریم، یک معرفی میشه و باز با جزئیات بیشتر روزو در جلسات بیشتر انشالله آشنا میشیم. خب به نام OSI Model درس ما هست، به ارائه کننده احمد سعید سعیدی در خدمت شما هستیم و درس ما از امیال بچه ها شروع میشه. اول ما میخواییم بفهمیم کمی OSI مدل چی هست و از کجا آمده. مفهوم OSI مدل که هست Open System Interconnect Reference Model است. و این مدل هر چی واسه جور کردن؟ آمدن در سال البته 1972 میگن که شروع شده، خوب سر از کار میکردن، بالاخره در سال 19 شده. چون یعنی 12 ساله بعد آمدن یک مدل یا رفرنس مدل جور کردن که تمام کسایی که اونا خواسته باشن بیان همین نتورک رو تحلیل بکنن یا رفت آمد دیتا رو سندرسیف دیتا رو در داخل نتورک رو تحلیل بکنن از این مدل استفاده بکنن. این مدل میبینین که در لایه های مختلف تقسیم شده، مثلا لایه اپلیکیشن و پرزنتیشن و سیشن، ترانسپورت، نتورک، دیتا لینک و فیزیکال. اپ لایه داره که از پایین شروع میشه میره به طرف بالا، یعنی لایه اول از به پایین است و لایه هفتم از او به بالا هست. ما یه در دو بخش هم داریم که قسمت داریم به نام میدیا لایر و اوست لایر. البته باز وینار به نام آردویر لایر و مثلا سافتویر لایر هم با یاد میکنن که سه لایه بالا که هست بخش سافتویر ها هست و باز چهار لایه پایینی که هست بوده میشه که یعنی دیوایس ها و آردویر ها در قسمت قرار دارن. خب اینال این مدل بیشتر ما گفتیم به خاطر ازی استفاده میشد که ما و شما به عنوان یک وسیله یا یک سیستم به خاطر حل مشکلات خود از استفاده بکنیم. اگر یک نتورک به مشکل مواجه میشه، ما از کجا به خاطر حل مشکلات از شروع بکنیم؟ این فقط چی است؟ عنوان یک رنما هست و ما امروز در داخل از به شکل دیتیل نمیریم و با جزئیات از این چلا در جلسه بیشتر چی میکنیم؟ آشنایی پیدا میکنیم. البته یاد شما باشه که خود مدل OSI با مدل همون مجموعه پروتکلایی که داره فرق میکنه. در داخل لایه OSI پروتکلای زیادی وجود دارن که ما شما در جلسات آینده با اونا پروتکلا آشنایی پیدا میکنیم، نوعی کار از اونا، راندازی پروتکلا و اینا یک تعداد در بحث میکنیم. مثلا شاید ما 10 یا 15 تا پروتکل عملا کار بکنیم و با پروتکلا آشنایی پیدا بکنیم و با تمام مواردی که دارن و سیستمی که کار میکنن و شکل کاری از اونا و ویژگی از اونا آشنایی پیدا میکنیم. در هر پروتکل ببخشن در هر لایه پروتکل‌های مخصوص خود از وجود داره، یعنی مثلا پروتکل‌های لایه اپلیکیشن تا لایه مثلا نتورک فرق می‌کنه. ما در لایه نتورک پروتکل‌های USB و FortiGate و IGRP و ISIS اینا رو داریم، در حالی که به اینجا HTTP HTTPS و Telnet و SSH و غیره هستن که کار می‌کنن. و ما و شما در طول دوران که در بخش نتورکینگ کار می‌کنیم در اغلب اوقات به خاطر حل مشکلات خود با این سیستم سر و کار داریم و سعی میکنیم که بیاییم و هر زمانی که مشکل مواجه شدیم با شناختی که از مدل OSI داریم ما مشکل خود رجوع بکنیم به او و ببینیم که در کدام لایه انمی مشکل به وجود میاد و چی شکل ما میتونیم مشکل حل بکنیم و کدام پروتکل مثلا مشکل داره و یا کدام پروتکل ما تغییرات بدیم که بتونیم حل بکنیم. به خاطر از اینکه ما و شما بتونیم همین لایه اپلیکیشن، پرزنتیشن، سیژن، ترانسپورت، نتورک و دیتا لینک و فیزیکال به شکل درست یاد بگیریم، جمله های مختلف وجود داره که یک جمله رو ما اینجا نوشته کردیم، مثلا All people seem to need data processing. ببینیم که حرف اول اپلیکیشن با حرف آل اینجا که هسته یک سان است. باز P با پرزنتیشن و با دیگه S با سیژن، T با ترانسپورت، N با نتورک، D با دیتا لینک و با پروسسینگ اینا مطابقت داره. به این ترتیب میتونن که این جمله های جور بکنن کمی مدل OSI امو هفت لایه نظر که دارن به ترتیب یاد بگیرن. و ما جمله هم دارن که باز میتونن از پایین به بالا اینا رو یاد بده به شما، مثلا Please do not touch Superman's private area. و به این شکل ما شما میتونن که بیایم امو لایه های مدل OSI به ترتیب یاد بگیریم. شما میتونید که به هر روشی که دوست دارید اینا یاد بگیرید، ولی یاد گرفتن از اینا الزامی است که هم از پایین به بالا و هم از بالا به پایین شکل درست ما اینا یاد داشته باشیم. خب بنال میایم سعی میکنن که یاد بگیرن که در لایه‌های مختلفی که مدل OSI داره چی وظایفی
اینا انجام میدن و چی کار میکنن. لایه اول طوری که ما گفته بودیم لایه پایینی بود که به نام فیزیکال لایر یاد میشه. در فیزیکال لایر ما با چه چیزای سر و کار داریم؟ بیشتر مسائلی که مطرح میشن در لایه فیزیکی یا حل مشکلاتی به زمون لایر فیزیکال لایر ما و شما، مسائل مربوط به کیبل ها و کانکتور ها و مثلا دیوایس هایی که هست که مثل اب و اینا هستن، ما با اونا سر و کار داریم. دیگه ما ببینیم عزیزا سیگنال هایی که به خاطر سندرسی به دیتا بعد از یک دیوایس به دیوایس دیگه میرن، اونا در این لایه تعیین میشن که با چی رقم فرکانس اطلاعات سند بشه، دیگه نوع کیبل ها چی نوع کیبل باشه، چی رقم کانکتور استفاده بشه، تمام از اینا در این لایه است. ما شما اگر با مشکل مواجه شدیم، اولین چیزی که باید چک کنیم باید ببینیم آیا کیبل که ما شما کیبل نتورک ما هست به دیوایس ما کانکت شده یا نشده. کیبل میبینیم به عزیزا ما کانکتور RJ45 هست، یک طرف از اون پشت از اون از دوتا به وضعیت اینجا منظم دیده میشه. اول کاری که ما کردیم گرفتیم مثلا چک کردیم که کیبل به دیوایس ما کانکت هست یا نه. بعد از اینکه کیبل چک میکنیم باید آیا چک میکنه که در حال بلینکینگ هست، یعنی مو چشمک میزنه یا نمیزنه. اگر نبود باز چک میکنه که مثلا مو سویچ یا دیوایس ما که کیبل به کانکت شده و آمده به کامپیوتر ما کانکت شده و روشن است یا نه. همین ترتیب کانکشن های فیزیکی خود تمام از اینا چک میکنیم. بعد از اون مثلا خود کیبل چک میکنیم که آیا کیبل سالم است یا نه، کانکتور چک میکنیم که کانکتور سالم است یا نه. بعد از اون مثلا استپ به استپ میریم تا بالاخره درایور و آی پی و اینا استپ به استپ چک بشن. به این ترتیب ما کمک میکنه که ما یاد بگیریم که چی رقم ما مشکلات شروع بکنیم، برای حل کردن از کجوم استپ با شروع بکنیم. قطعا اینجا درباره پروتکل ها صحبت نمیشه و ما مسائلی که اینجا داره مثل جور کردن کیبل ها، مثلا نمون که پچ کیبل هایی که ما داریم پچ کرد هستن، هر کدوم که کیبل که استفاده میکنیم اون چک بکنیم، ما لوپ بک تست انجام بدیم که مسئله اون دیوایس های مربوط به لوپ بک وجود داره که اونا به کامپیوتر کانکت میکنن و خود از او مثل که ما و شما با دست خوبید میکنیم پینگ انجام میده، و یا کیبل چک میکنیم یا چنج میکنیم یا ادابتر رو چنج میکنیم. تمام از اینا مسائل و مواردی بودن که ما میتونستیم در فیزیکال لایر به خاطر حل کردن از این مشکلات بریم و اینا حل بکنیم. مورد دیگه که ما داریم، ما شما لایه دو هست، دیتا لینک لایر است. در دیتا لینک لایر یا لایه دومی که ما شما داریم، ما یک مقدار باز نالج بیشتر به این قسمت در بخش نتورک خوب باید داشته باشیم که چه چیزایی وجود داره، چون این بخش ما یک چیزی داریم به نام مک آدرس. یعنی لایه دوم با استفاده از مک آدرس بعضی کارها برای ما شما انجام میده. مک آدرس هم که ما شما داریم ببینیم عزیزا دو بخش داره. یک بخش از به نام OUI یاد میشه که خود IEEE رو مشخص میکنن، و بخش دیگه که باز خود همون تولید کننده اون رو اسائن میکنه. ما مثلا امی چی که داره مکاجس که داره میبینیم 24 بیت این طرف هست، 24 بیت این طرف، جمعا میشه 48 بیت. از این 48 بیت 24 بیت از این OUI میگن که IEEE زمانی که کسی میخواد امو دیوایس رو تولید بکنه میره و IEEE میگه که من قصد دارم مثلا کامپیوتر تولید بکنم یا من امو لان کارت تولید بکنم، نتورک دیوایس رو تولید میکنه. IEEE برای از مشخص میکنه که اینه انمی بسته مکاجس رو بگیر، 48 بیت هست، از این 48 بیت 24 تا ایرین ما تعیین میکنیم که مشخص باشه با نام خود کمپانی ثبت میکنن. 24 تا بیت دیگه از اون که 3 بایت میشه باز خود تولید کننده برای دیوایس ها اختصاص میده. اینال در این لایه ارتباطاتی که صورت میگیره تمام از اونا مکادرس ها چنج میشه. مثلا فکر کنید که ما شما در یک اتاق قرار داشته باشیم و توسط یک کامپیوتر با هم اطلاعات رد و بدل بکنیم. زمانی که من اطلاعات میخوام به شما رد و بدل کنم، ما و شما دو آدرس داریم که یک از اونها لاجیکال آدرس است، یک از اونها فیزیکال آدرس است. فیزیکال آدرس ما و شما برمیگرده به مو مک آدرسی که ما و شما به این قسمت داریم. مثلا آی پی آدرس کامپیوتر شما ما فعلا کار ندارم، چون به لایه سوم بحث میکنیم درباره از زمانی که دیتا بسته بندی میشه به خاطر ارسال در لایه دوم. زمانی که رسید ما و شما به اون قسمت چی رد میکنیم؟ مک آدرس روی دیوار. مک آدرس در لایه دوم به دیوایس به مون پکت خود که اد کردیم، بعد از این باز به لایه سوم میره و بعد از مک آدرس باز آی پی آدرس ثبت میشه. به این ترتیب ما به این قسمت پروتکل های لایه دوم داریم که به نام دیتا لینک کنترل پروتکل ها یاد میشن و مک آدرس به قسمت روی دیوایس روی همون اطلاعات ما ثبت میشه، یا به نام ایدرنت آدرس هم که میگن. و این لایه ما که هست لایه سویچینگ هم یاد میکنن که چون تا
تمام دیوایس هایی که ما در داخل نتورک خود داریم که در اکسس لایر استفاده میشن مثل سویچ و اینا، در اینمی لایه دوم فعالیت های خود انجام میدم. و البته یک چیز عزیز یاد شما باشه که خودمو دیتا لینک لایر ما باز بعدن درباره از بیشتر صحبت میکنیم که خود از به دو لایه دیگه تقسیم میشه، که یکی به نام چی هست لاجیکال لینک کنترل هست، یکی به نام LLC. و اینال خیلی عزیزا معذرت که لاجیکال لینک کنترل رو میگیم و یک موضوع دیگه بود که من اشتباه به شما اینجا گفتم، یکی به نام مک هست یکی به نام LLC. مک هست به نام میدیا اکسس کنترل هست و به جای از این لاجیکال لینک کنترل گفتم، و LLC که هست باز چی هست همون قسمت به نام لاجیکال لینک کنترل هست که در اون قسمت در همون اطلاعاتی که ما شما به همدیگه سن میکنیم اینا بررسی میشن که از نگاه خطاها و مثلا مشکلات مشکل وجود نداشته باشه و اینا به شکل درست چی باشن. یعنی زمانی که دیتا میخواد سن بشه یک عملیه به نام چک سم روی از اون صورت میگیره محاسبه میشه، و زمانی که به طرف مقابل دیتا رسید باز دوباره اونم محاسبه انجام داده میشه خاطر از اینکه مطمئن بشن که دیتا به شکل درست و کامل به مقصد رسیده. در لایه سوم ما نتورک لایر داریم که در لایه سوم ما مباحث مختلف رو انجام بدیم که یکی از این مسائلی که هست راوتینگ است، یکی از اینا هم که هست آدرسینگ است که یعنی لاجیکال آدرس هایی که وجود داره و بخش راوتینگ به قسمت وجود داره. لاجیکال آدرس ما به چی میگیم؟ در کامپیوتر به بخش ارتباطات لاجیکال آدرس با آدرسی گفته میشه که توسط خود انسان برای کامپیوتر داده میشه، یا شاید هم ما توسط DHCP آدرس دریافت کنیم. خب به هر حال DHCP هم خود یک انسان تعیین میکنه و برای مشخص میکنه که از کدام رنج آدرس ها برای کامپیوتر را توزیع بکنه. خود IP یک آدرسی است که ما و شما به خاطر ارتباط با یک دیگه مثل شماره تلفنی که ما و شما داریم امیر هم باید هم کامپیوتر را نمبرگذاری بکنیم که اینا بتونن از طریق همین IP آدرس و MAC آدرسی که مشخص شده به کامپیوتر ارتباطات برقرار بکنن. و موضوع دومه که ما و شما داریم بخش راوتینگ است. راوتینگ هم پروسه ای است که در او ما و شما به خاطر از اینکه بتانیم یک موقعیت یک دیواس پیدا بکنیم یا یک دیواس در داخل یک نتورک پیدا بکنیم استفاده میشه. که اینجا باز دیواس های خاصی وجود داره به نام راوتر و پروتکل های به نام راوتینگ پروتکل وجود داره. ما یاد شما باشه که راوتد پروتکل داریم از اینکه یعنی خود IP است، یعنی یک آدرس به یک کامپیوتر مشخص میشه که توسط اون آدرس دیواس ما پیدا کرده میتونیم. و راوتینگ پروتکل پروتکل هایی هستن که مسیر درست و بهتر به خاطر رسیدن به اون دیواس ها مشخص میکنن و ما توسط از اون پروتکل ها میتونیم به اون دیواس مشخص رجوع بکنیم و اطلاعات خود از اون بگیریم. بعضی مسائل دیگه هم که در این قسمت اتفاق میفته موضوعی داریم به نام فرگمنت. فرگمنتیشن یعنی اگر یک فایل کلان را شما بخواییم به کسی سند بکنیم میتونیم او بیم به تکه های کوچکتر تقسیم بکنیم و تمام تکه های کوچکتر باز بیم سگمنت بکنیم، یعنی ایتا تکه تکه شدن بعد از او سیکوینسینگ یعنی ترتیب شدن به شکل نمبر زده شدن، یعنی تکه اول دوم سوم، به خاطر از این که ما بتونیم اونا به شکل درست و باز زمانی که به نفر دریافت میکنیم پس اونا با استفاده از نمبرهایی که زده شده اونا یک جا بکنیم از حالت تک تک شده پس بیرون بکنیم و او کامپیوتر طرف مقابل بتونه اونا به شکل درست بفهمه و دریافت کنه. عزیزا فعلا به شکل مختصرتر ما درباره لایه‌ها یا مدل او اس آی صحبت میکنیم. انشالله باز جلسه بعدی با جزئیات بیشتر یعنی شاید 3 یا 4 روز فقط ما مدل او اس آی صحبت بکنیم. خب عزیزا ما به قسمت میبینیم که خودمی IP فرگمنتیشن چی هسته. ببینیم ما و شما به این قسمت یک پاکت میبینیم که خود این پاکت مثلا آماده به چند بخش تقسیم شده. یکی DLC در هسته. DLC همون بخش دیتا لینک بود. دیتا لینک کنترل بود. یعنی MAC آدرس و موارد مربوط به لایه دوم در پاکت به این قسمت اضافه میشه. و بعد از اون بخش مربوط به خود IP یعنی حالا دقیقا دیوایسی که انمی اطلاعات را میخواد دریافت بکنه کدام IP آدرس را از اون نصب است. اطلاعات مربوط به IP به این قسمت حد میشه. کدام پروتکل اطلاعات انتقال میده که مثلا ایدر مربوط به TCP به قسمت اضافه شده و میبینیم به اینجا با دیتایر که انتقال میده 24 بایت از 20 بایتی و مثلا اینجا 4 بایت اینجا داریم 4 بایت اینجا اطلاعات ما کلن حدود مثلا 50 چند بایت میشه که ارسال میشه 4 و 4 اینجا 8 و 8 و 20 28 28 و
اینجا 24 داره میشه کلن 52 یا 53 باید میشه اینا ارسال میشن. یعنی تکنولوژی های مختلف وجود داره که اینا باز اگر از فریم ریلی استفاده کنیم مثلا میتونه به اندازه مختلف پکت رو روان بکنه، اگر از ایتین استفاده میکنیم معمولا باید 53 باید بیشتر نباشن. و می ترتیب ما اطلاعات تکه تکه میکنیم، بعد از مشخص میشه که همون فرگمنت یا تکه اول اطلاعات از او از بایت اول تا با بایت 16 همه اطلاعات میگیره انتقال میده. و اینجا دیتا ما جمعا چند است؟ 44 باید است به این قسمت دوتایی که ما شما داریم بدون از او. و باز همون تکه بعدی از بایت 17 هم شروع میکنه مثلا تا 32 همه انتقال میده. به همین ترتیب هر کدام از این پکت هایی که به اون طرف مقابل میرسه یک قسمت های ما اینجا داریم که اطلاعات مربوط به خود پکت است، و باز یک قسمت دیگه داریم که خود همون چیار نشان میده برای ما شما دیتار نشان میده. همین فرگمنت هایی که ما شما داریم اینا یعنی چی میتونیم بگیم که همون مخرجی که اونا به سر روز پر قابل تقسیم هستن عدد 8 است. خیلی خوب عزیزا، ما و شما درباره از اینکه چی آی بی فرگمنتیشن چیه سه معلومات کوتاه داشتیم و میم فعلا لایه 4 رو میبینیم. در لایه 4 مدل OSI ما و شما لایه ترانسپورت میگیم که در این لایه برخلاف از این نامی که داره قطعاً برای انتقال اطلاعات وظیفه از این نیست، فقط مکانیزم ها مشخص میکنه که مکانیزم ها ما میتونیم دیتا انتقال بدیم. مثلا ما پروتکل های زیاد در کامپیوتر خود داره، ولی دو دانه از پروتکل ها دقیقاً به خاطر استندورسیف استفاده میشن که دیتا مربوط به هر پروتکل دیگر میتونن انتقال بدن. شما اگر مثلا از پروتکل آی پی استفاده میکنید، زمانی که آی پی میخواد اطلاعات خود انتقال بده از تی سی پی یا یو دی پی استفاده میکنه. بستگی داره که ما چه زمان از تی سی پی استفاده کنیم، چه زمان از یو دی پی استفاده کنیم. مثلا بر اساس نیازها اگر ما یک تماس صوتی بخوایم برقرار بکنیم معمولا پروتکل یو دی پی در قسمت استفاده میشه، و اگر خواسته باشیم به یک وبسایت بریم یا ایمیل استندارسیت میکنیم اون زمان از پروتکل تی سی پی استفاده میشه. یعنی بسته به نوع اطلاعات و اهمیت اطلاعات پروتکل ها مشخص میشن. اینال همین لایه چهارم که است اطلاعات شما دیده و طبقه بندی میکنه که اینال این اطلاعات چی نوع اطلاعات هستن و مربوط به کدام پروتکل ها و کدام اپلیکیشن ها میشن. بر اساس نوع پروتکل ها و اپلیکیشن هایی که ما شما داریم مشخص میکنن که ما از تی سی پی استفاده کنیم یا یو دی پی. اینال تی سی پی و یو دی پی تفاوت از اون چی است؟ تی سی پی میبینیم نوشته شده ترانزمیشن کنترل پروتکل و یو دی پی که است یوزر دیتا گرام پروتکل. فکر کنین که ما و شما دو نفری داشته باشیم که اینا به خاطر سندریسیف دیتا با ما و شما همکاری بکنن، ولی فرق از این دو نفر چی است؟ نفر اول تی سی پی است، آدم خیلی اساس به منظم است که میتونه اطلاعات به شکل درست و دقیق برای شما ارسال بکنه. اما نفر دوم که است به نام یو دی پی، این نفر کوشش و تلاش خود میکنه، سرعت کاری بالایی هم داره، ولی نظم در کار خود نداره و فقط سعی میکنه مثل از اینکه ما و شما از کنار جاده تیر میشیم میبینیم یک گروه فوتبال بازی میکنن، تصادفی توپ طرف ما میاد، فقط ما و شما یک شوت میکنیم توپ، اصلا هدف ما گل زدن هم نیست، پاس دادن به فرد خاصی هم نیست، فقط انداختن توپ است. حالا همین رقم پروتکل تی سی پی که است سعی میکنه با دقت بالای اطلاعات سن بکنه که دقیقاً به مقصد برسه به شکل درست و هیچ خلل در او وجود نداشته باشه. اما یو دی پی فقط زحمت خود میکشه اما اطلاعات سن میکنه، آیا ای که گیرنده اونا دریافت کرد یا نکرد یا مثلا هر مشکلی که به دیتا پیش آمد دیگه مسئولیت نداره. اما تی سی پی به هر تکه اطلاعاتی که به نفر تحویل میده چیکار میکنه؟ یک رسید میگیره که به این قسمت ما میبینیم لایه 4 مکست انتوین کمیونیکیشن اند ریلایبلیتی هست. در این قسمت دیوایس های مختلف وجود دارن، راوتر ها و چیزا، فایروال ها و اینا، و اینجا میبینیم که دو نفر اطلاعات به دست از ایناست و به طرف یک دیگه میرن و اطلاعات رو میخوان به یک دیگه برسانن. موضوع دیگه که ما شما داریم لایه 3 هست یا لایه 5 و ما در این قسمت کمیونیکیشن منیجمنت داریم. یعنی اگر دو تا دیوایس با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن این لایه که است ارتباط بین از اینا رو مدیریت میکنه. اینجا میتونه ارتباط ایجاد بکنه، منیجمنت از اون انجام بده، و در صورتی که ارتباط شما خلاص شده بود باز هم ترمینیشن از اون انجام بده. فکر کنید که شما میخواین با یک دوست خود تماس بگیرید، وظیفه ای از اینکه تماس شما برقرار بکنه وظیفه لایه 5 است که باید تماس برقرار بکنه، و در طول زمانی که شما با او فرد صحبت میکنید متوجه از این باشه که ارتباط شما قطع نشه. در صورت
که قطع شد باز ریکونکشن یا ری استابلیشمنت انجام بده بر شما، و در صورتی که ارتباط شما قطع شد روی گزینه انتقال کلیک میکنین، این پیام روان میشه به داخل نتورک شما در لایه 4 از او میفهمه که شما سیجن، البته ببخشید لایه 5 میفهمه که ارتباط میخوایم قطع بکنیم، و اون زمان مو ارتباط شما با نفر مقابل قطع میشه. یعنی تمام از این مسائل ما و شما میبینیم که منظور ما از تمام مسائلی که میگفتیم سندرسیف دیتا بودیم که استارت هم میکنیم، استاپ هم میتونیم بکنیم، ری استارت هم بکنیم. البته بهتر بود که ری استارت در کجا باشه؟ در مابین باشه. و ما به یک قسمت کنترل پروتکل ها داریم که به خاطر امیس دیتا که به مقصد میرسن متوجه از اونا باشه، و تونلینگ پروتکل ها داریم که در تونلینگ پروتکل ما بیشتر میریم طرف SSL و مثلا پروتکل های امنیتی و تونلینگ و VPN اینا که دیتا رو میخوان از یک مسیر یا سمت انتقال بدن که کسی متوجه نشه. مثلا ما فکر کنیم یک تونل جور کرده باشیم، از اون تونل سندرسیف بکنیم دیتا، به خاطر از اینکه هیچ کسی متوجه نشه که دیتا ما چی هست و به دیتا دسترسی پیدا کرده نداره. ببینیم که عزیزا ما اینجا یک اپلیکیشن داشتیم، اطلاعات داخل از این از طریق اینترنت رفته داخل چی؟ گوگل. یا بالعکس از این ما یک کار رو انجام دادیم، رفتیم مثلا از وبسایت گوگل اینجا دیتا رو روان کردیم. فقط اینجا ما می‌خواستیم یک مثال نشان بدیم، یک صحبت کوتاهی و مختصر فعلا در مورد داشته باشیم. موضوع دیگه که داریم ما لایه ششم است، لایه پرزنتیشن. در لایه پرزنتیشن کارهای متفاوت انجام داده میشه. یک از اینا کاراکتر انکودینگ است. در صورتی که ما خواسته باشیم کسی اطلاعات بگیریم، باید همین اطلاعات ما به یک شکل و فرمت خاص روان بشه. مثلا من بخوام یک فایل صوتی به شما روان بکنم، فایل صوتی در مابین راه به یک فایل تصویری یا مثلا متنی تبدیل نشه. باید به مشکل صوتی از ابتدا تا انتها، یعنی از سورس تا دستنشان، همون شکل مشخص بره. و اطلاعاتی که ما شما داریم به قسمت انکودینگ میکنیم، یعنی از کدای اسکی و فرمت های استاندارد به خاطر انکودینگ دیتا استفاده میشه. در پلی از این ما اپلیکیشن انکریپشن داریم. ما زمانی که دیتا روان میکنیم باید به شکل رمزنگاری شده یا انکریپت شده ارسال بشه، بخاطر اینکه کسایی که بین راه هستن به اون اطلاعات ما شما دسترسی ندارن. و ما و شما میبینیم که همین کامبینیشنه که البته ببخشنه همین کارهایی که داخل سیستم لایه ششم یا پرزنتیشن انجام میدیم با لایه اپلیکیشن چی هست؟ ترکیب هست. یعنی یک ترکیب هستن لایه اپلیکیشن و با پرزنتیشن، یعنی کارهایی که انجام میدن هدف مایی هست که مشابهت زیادی با یک دیگه داره. گرچه ما نمیتونیم بگیم که کاری که داخل لایه پرزنتیشن انجام داده میشه اونم رو به لایه سیشن ما داریم یا به طور مثال در لایه اپلیکیشن داریم، منظور ما این است که مثلا به یک شکل دیتا رو آماده میکنه که باز لایه اپلیکیشن هم بتونه از استفاده کنه و لایه سیشن هم بتونه از استفاده کنه. میانجی قرار میگیره بین دو لایه و اطلاعات از یک لایه دریافت میکنه، به فرمت تبدیل میکنه، به لایه دوم تبدیل میکنه. و ما در این قسمت میم همین عمل کرده حقیقی مدل OSI میخواییم به شکل ساده به شما نشان بدیم که چی رقم است. ما اینجا تمام لایه های مدل OSI میبینیم که به ما شما نشان داده شده. دوستای عزیز، ما شما در لایه بالا اپلیکیشن رو دارن که به نام Network Process Application اینجا یاد شده. مثلا ما فکر کنیم یک برنامه باز کردیم، آمدیم یک متن داخل از اون نوشته کردیم Hello, how are you؟ و به این قسمت ما و شما فقط آمدیم یک متن نوشته کردیم و آماده شد. دوستای عزیز، وقت متن ما آماده شد در قسمت لایه پرزنتیشن چی میکنیم؟ ما دیتا رو انکریپت میکنیم و سعی میکنیم که با استفاده از مو استانداردهای مو ببخشن فرمتای استانداردی که وجود داره اطلاعات رو انتقال بدیم به طرف مقابل. در لایه سیجن سعی میکنیم با نفر مقابلی که میخوایم اطلاعات بور برسانیم یک ارتباط برقرار بکنیم، بگیم دوست عزیز تو آماده دریافت اطلاعات باش. در لایه ترانسپورت اطلاعات مشخص میشه که از کدام پروتکل استفاده بکنن، یک پروتکل TCP و UDP به خاطر سندریسی به دیتا استفاده بکنن. و در لایه نتورک پد یا مسیری که اطلاعات انتقال داده میشه مشخص میشه. در لایه نتورک ما مشخص کردیم که از کدام مسیر و برابر به کدام نتورک اطلاعات ما انتقال داده بشه. در لایه مکارجست مثلا دیتا رسیده به داخل خود
همون نتورک ما و شما و اینال میخواییم که دقیقا کامپیوتر که اطلاعات دریافت میکنه به کدام پورت سویچ کانکت است که ما اطلاعات به او روان بکنیم. و در لایه فیزیکال مشخص میشه که همون نوع کیبل و کنکتور و سیگنال هایی که فرستاده میشن فرکانس از نوع اگر از بارلس استفاده میکنیم از کدام استاندارد استفاده میشه. به این ترتیب ما اطلاعات داخل مدل OSI به استپ به استپ چی میکنیم. نال عزیز ما و شما اول از یک کیبل یا مثلا شاید فیبر نوری باشه یا هر نوع دیوایس باشه مثلا اطلاعات دریافت میکنیم. بعد از اون به لایه دوم ما و شما که مکادس از بررسی میشه که چی نوع مکانیزم استفاده کرده. مثلا ما EUI 48 و EUI 64 دارن که البته فعلا وجود نداره. خب بعدا حد داشتیم ما دیگه در لایه دوم مکادس از اینو چک میشه مشخص میشه که دیوایس در کدام پورت سویچ شما کانکت شده. بعد از اون به طرف همون دیوایس اطلاعات روان میشه و آی پی ادرس از اون چک میشه. دیگه بعد از اون آی پی ادرس که بررسی شد به لایه بالاتر میره مشخص میشه که از کدام پروتکل استفاده کرده. مثلا تی سی پی یا یو دی پی استفاده کرده. هر کدام پروتکل ها که استفاده شده بود اینالا اینجا باز ما و شما دیتا فرگمنتیشن انجام داده بودیم ری اسمبلینگ میکنیم. یعنی اگر آماده بودیم اطلاعات تک تک کرده بودیم پس به حالت اول برمیگردانیم. و به این ترتیب ما بخش لایه بالاتر بود که لایه پنجم میشد که کنترل پروتکل‌ها و مثلا همون تونلینگ پروتکل‌ها داشتیم اونجا بررسی میشه که آیا همون شکلی که برش ما گفته بود از اون همون میکانیزم استفاده شده به خاطر سندر سیف دیتا یا نه. در لایه اپلیکیشن ما که داشتیم البته لایه اپلیکیشن نبود لایه پرزنتیشن داشت ما انکریپشن داشتیم که از میتونیم از بعض پروتکل‌های امنیتی مثل SSL و TLS استفاده بکنیم که همون ترانسپورت لایر سکیوریتی بود و سکیور سکت لایر بود. اینا دیتای ما و شما رو میگرفتن انکریپ میکردن و بعد از اینا که پیر میشد در پیش روی چشم شما قرار میگرفت که شما میتونید اطلاعات رو ببینید و یا از اونا استفاده بکنید. در این قسمت دوستای عزیز ما و شما میبینیم که در لایه اپلیکیشن اومده مثلا یک لینک بود سر روزو کلیک کردیم با استفاده از SSL اطلاعات ما انکریپ شد و با استفاده از لایه سیشن و ترانسپورت اطلاعات ما انتقال داده شد. لایه سیشن ارتباط برقرار کرد با مو سرور مکین ما اطلاعات قرار به طور روان بکنیم. تی سی پی به خاطر اطلاعات ارسال کردن اطلاعات استفاده میشه و آی پی مشخص میکنه که دقیقاً به کدام سرور ما مراجعه میکنیم و به اون نتورک میرسه. با استفاده از لایه دوم یعنی ایدرنت مشخص میشه که دقیقاً سرور دریافت کننده کدام آدرس فیزیکال داره و به این قسمت هم ما و شما مشخص میکنیم که کدام سیگنال استفاده بشه یعنی با کدام قدرت یا مثلا ریت سیگنال یا با کدام فرکانس اطلاعات ما طرف مقابل فرستاده بشه. به این قسمت ما میبینیم که لایه اپلیکیشن دارن که دیتا در لایه اپلیکیشن ما به نام دیتا یاد میشه. در لایه دوم به نام دیتا در لایه سوم به نام دیتا یاد میشه که ارسی لایه بالایی به نام لایه اپلیکیشن هم یاد میکنم. در لایه چهارم کست دیتا باز نام از او چنج میشه به نام سگمنت یاد میشه و در لایه پنجم که ما البته ببخشیم از بالا پنجم میشه از پایین لایه سوم است به نام پکت یاد میشه که خود همون پکت ها همون سگمنت هایی که ما شما داشتیم آی پی سر از اون اضافه که شد به نام پکت یاد میکنم. در لایه دوم یعنی دیتا لینک باز مکادرس به اطلاعات ما اد میشه. بعد از اون اطلاعاتی که مکادرس به اون اد میشه به نام فریم یاد میشن. بعد از اون در لایه اول میان اینا به صفر و یکای تبدیل میشن که به خاطر سندر رسیف ما اونا رو از طریق کیبل استفاده میکنیم. یعنی به خاطر سند کردن اطلاعات از طریق کیبل اونا به بیت تبدیل میکنیم و روان میکنیم. دیگه طرف مقابل ما شما اطلاعات دریافت میکنه و به این ترتیب ما یک مبحث کوتاه مختصر در مورد مدل OSI داشتیم. دوستای عزیز اگر سوالی داشته باشید میتونه سوالای خودت پرسید.